سید کمال حیدری که از او به عنوان آیت الله العظما یاد می شود، یکی از مراجع تقلید نوگرای شیعه است. جامعه مدرسین حوزه علمیه قم اما او را یک فتنه‌گر می خواند. سید کمال حیدری از طریق شبکه الکوثر متعلق به صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران به شهرت رسید. به گزارش مسعود آذر روزنامه‌نگار، او در این شبکه تلویزیونی در حدود یک دهه در دفاع از عقاید شیعیان سخنرانی می‌کرد و مدیران این شبکه معتقد بودند که برنامه‌های کمال حیدری تأثیر مثبتی در جهان اسلام گذاشته و موجب گرایش اهل سنت به شیعه شده است. از سال 1392 اما رویه این مجتهد شیعه عوض شد. او در یک برنامه تلویزیونی در ماه رمضان آن سال گفت: من ادعا می کنم که بسیاری از میراث روایی شیعه از کعب الاخبارها و یهودیان و نصرانیها و مجوسها به ما رسیده است. این اظهارات شبیه نظر کسانی است که معتقدند ایرانیان در تقابل با اسلام مذهب شیعه را بر مبنای اعتقادات کهن خود خلق کردند. ترکیبی از مهر میترائیسم، اسطوره‌های باستانی و برخی آیین‌های زرتشتی. میگوید ادیان و شریعت‌ها هر کدام تاریخ مصرف مختص به خود را دارند و طبق این جبر تاریخی و تکاملی شریعت اسلام هم تاریخ مصرفش به پایان رسیده است. خب وقتی تاریخ تکامل انسان اینطوره، شما دو راه دارید: یا بگید با این شریعتی که پیغمبر آورده اینم تاریخ مصرف داره و تموم باشه، باید چی؟ یه شریعت دیگری بیاد، یا بگید انسان به جایی میرسد دیگه احتیاجی به شریعت از آسمون ندارد، که بعضیا این رو گفتن. الان میگن بله، انسان تا یک شرایطی به شریعت از آسمون احتیاج داره، بعد از اون دیگه مستند میشه به چی؟ به عقل و تجربه انسانی خودش، که اینو نسبت دادن به اقبال، محمد اقبال پاکستانی. سید کمال حیدری همچنین اظهار کرده که تمام حوزه‌های علمیه دینی را از ابتدای پیدایش تا به امروز وابسته به نهادهای قدرت و ثروت می‌داند که به دلیل همین وابستگی نمی‌توانند در برابر فساد حاکم مواضع صحیح و مستقلی اتخاذ کنند. بنده اعتقاد دارم که اساساً حوزه‌های علمیه یا مؤسساتی که در تاریخ اسلام به وجود آمده از زمان سقیفه تا امروز هیچ کدومشون آزاد نبوده است. بس. سید کمال حیدری هم با وجود اینکه خود در این دایره قرار دارد و هر کسی که بخواهد آنها را زیر سوال ببرد حتی با خطر مرگ نیز مواجه می شود، سوی همصنفان خود در فهرست سیاه قرار گرفته و عملا تکفیر شده است. صافی گلپایگانی، وحید خراسانی و جمعی از استادان و مدرسین حوزه علمیه سخنان او را رد کردند و محسن عراکی، ریاست سابق مجمع جهانی تقریب مذاهب، او را تکفیر کرده است. سید کمال حیدری با قاطعیت میگوید همه علمای شیعه بدون استثناء اهل سنت را کافر میدانند و جالب است که علمای شیعه حالا او را هم کافر میدانند. اما این مرجع تقلید شیعه حالا و در مسیر نواندیشی های دینی خود اعلام کرده قرآنی که امروز در دست است نسخه است که 180 سال بعد از پیامبر اسلام نوشته شده. او این مبحث را در توضیح مسئله کتک زدن زنان در قرآن مطرح می کند و با استفاده از منابع اثبات می کند که قرآنی که امروز در دست مسلمانان است نسخه تحریف شده است از آنچه پیامبر اسلام گفته است. اینا این نسخه رو آوردم برای رفقا. از چی آقا؟ الجمهوریت الاسلامی فی ایران منظمت الاوقاف و شؤون الخیریه. این آقا کجاست؟ این نسخه. ببینید آخر نسخه چی می‌نویسه آقا. میگه از جهت صحت کتابت و انطباق با قرائت عاصم به روایت حفص. چه ربطی به پیغمبر داره؟ عاصم 128 هجری آقا، یعنی 120 سال، 117 سال بعد از پیغمبر،
و 790 از دنیا رحلت، یعنی 180 سال بعد از پیغمبر. اینی که دست ما هست رفقا، این قرآن نیست، اینه، اینیست که حفص از عاصم و عاصم از تابعین و تابعین از اصحاب پیامبر و اصحاب پیامبر از پیامبر دارن، یعنی چهار پنج قبیس از کتابای خوبا. المصحف و قراءاته، ببین دیگه، ببین دقت را، دیگه نمیگه القرآن و قراءاته، چون قرآن قراءت داره یا نداره؟ نداره، قرآن یکیه. اونی که دست ما هست چیه دیگه؟ مصحفه که نماینده چیه؟ اون قرآن. حاکیه اون قرآن. ایشون آقا در صفحه این کتاب چهار جلده و یک مقدمه است، این مقدمه اون کتابه. ایشون میگه آقا ما قرائتی داریم مال عاصم، هفت قرائت دیگه، عاصم ابو بکر، عاصم ابن ابی نجود، متوفای 127 یا 128 هجری، و معروف است عاصم ابن بهدله. آقا میگه خیلی، و ایشون دو راوی داشته، یعنی دو نفر به طور مستقیم از عاصم چی؟ نقل کرده. آقای خویی در کتاب بیانشون، تفسیرشون میگه ولعاصم ابن به صفحه 131، ولعاصم ابن بهدله الكوفی راویان بغیر واسطه، مستقیم از چی؟ از عاصم نقل کردن. یکی حفص، دومی هم چی؟ ابو بکر. و اونی که الان دست ما هست مال کیه؟ مال حفصه، نه از ابو بکر. حالا چرا؟ بحثاشو بگذارید کنم. یکی از راویانش کیه آقا؟ حفص ابن سليمان ابو عمر ابن داود الاسدي الكوفي الغاضري البزاز يعرف بحفيص. کمال حیدری در ادامه این بحث جنجالی خود با استناد به نوشته های خود مراجع دینی شیعه و سنی ثابت می کند کسانی که این روایت از قرآن را نوشته اند افرادی بودند که به فساد و دروغگویی شهرت داشتند. آقا حفص کیا؟ مستند العروة الوثقا، کتاب الصلاة، الجزء سوم، در صفحه 474. دقت کنید عبارت را، میخوایدم بنویسید بعدا برید اینو در بیارید. میگه این حفص که این قرائت بهش منتسب شده، على ان بعض هؤلاء التلاميذ، شاگردای کی؟ شاگردای عاصم دیگه، چون این قرائت از کی آمده؟ از عاصمه. شاگردش کی آقا؟ حفصه یا حفیصه؟ معروفون بالفسق والكذبا. اینا چی بودن آقا؟ نه فقط فاسق و دروغگو بودن، چی بودن؟ اصلا مشهور بودن که آدم های چی هستن؟ که حفص الراوی لقراءت عاصم. منم نمیخوام تطبیق کنم، تصریح آقای خویی. این کجا؟ در مستندش. آقا پس ما چی داره میخونیم؟ آقا بحث فقهی من داره نمی کنم، رساله عملیه، رساله عملیه رو جمع کنیم به مرجعتون، من بحث علمی داره میکنم. گمون نکنید فقط شیعیان این رو میگن، اهل تسنن هم همین رو میگن. آقا علامه البانی، علامه البانی از بزرگان علم حدیث معاصرینه، معجم اسامی الروات، علامه محمد ناصر الدین البانی، جلد اول در صفحه 529، حفص بن سليمان بن المغير الأسدي كصاحب القارئ صاحب عاصم إلى آخره. يجون ميقى أغا متروك الحديث ضعيفون، دار قطني أغا غير فلانين، يضع الحديث. أصلا نفقت حديثشو أخس نكون، چون يا آدم جعل ميكرده، من نمیدونم یک آدمی دروغ میگفته بر پیامبر و جعل حدیث میگرده بر پیامبر، چطور وقتی میرسه به قرآن آدم چی میشه؟ آدم صادق و عادل و امین میشه. آقا